با بهترین درودها بر شما هممیهنان عزیز در این جمعه شب میهن برنامه های خبری تحلیلی امشب را پی میگیریم با دفتر دیگری از برنامه صفحه یک که در غیاب روزنامه های امروز جمعه جستاری خواهد داشت بر اهم مطالب و موضوعات منتشره در سامانه های سایبری و تارنامه های خبری با آخرین و مهمترین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان. همینک به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده. واکنش مسئولین جمهوری اسلامی به گزارش یوکی آمانو در قبال تازه ترین گزارش این سازمان جهانی پس از برجام. The agency is not in a position to provide credible assurance about the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran. Therefore, to conclude that all nuclear material. آخرین خبرها حول بحران پاریس با ادامه عملیات‌های همه‌جانبه شناسایی پلیس این کشور علیه سلول‌های خفته گروه‌های تروریستی در اروپا. Now the battle was so intense in the end, investigators needed Prince to confirm his identity. Experts warn that just because one operative is taken out doesn't mean the battle is anywhere near over. With the terrorism. Since French officials didn't even know Abaoud was in France until just 3 days after Friday's attack. The intensity of those attacks is evident in this video from dailymail.com. Now the footage was shot inside La Casa Nostra cafe as it came under fire from a gunman. You can see the people running for cover as the barrage. در حوزه داخلی و ایران بازگشت مجدد رسیدگی به پرونده بورسیه ها با موافقت علی خامنه ای رهبر ایران برای ارسال به قوه قضاییه، بحران بی پایان پناهجویان به جان آمده و گریزان از سرزمین های مادری به سوی اروپا با بسته شدن دوباره مرزها. تلنگرهای تلگرامی با تازه ترین تهدید به این شبکه اجتماعی و برخی دیگر از گزارش ها از نشریات ایران اهم مطالب و موضوعاتی است که در برنامه امشب در 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما خواهد رسید. همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده از ایران، منطقه و جهان. فرانسه و مراحل تعقیب و مراقبت و شناسایی متهمین و تروریست ها کماکان صدرنشین رسانه های سایبری و منابع خبری مختلف است. پس از اعلام کشته شدن طراح اصلی حمله های پاریس، همینک رد دیگرانی در بلژیک زده شد. بر اساس تازه ترین گزارش ها، پلیس بلژیک روز پنج شنبه 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس در بروکسل پایتخت این کشور بازداشت کرد. دادستانی بلژیک دیروز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 2 تن از دستگیر شدگان با حملات شامگاه جمعه در پاریس ارتباط داشتند و تحقیقات درباره دست داشتن 7 نفر دیگر در این حملات ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان بلژیک گفت که جزئیات بیشتر درباره این دستگیری ها را طی روزهای آینده اعلام خواهد کرد. مقام های بلژیکی میگویند پس از حملات پاریس تدابیر امنیتی جدیدی را در این کشور به اجرا درآورده اند. حملات مرگبار شامگاه جمعه در پاریس دست کم 130 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته بود. این در حالی است که پیشتر نیز اعلام شد که جسد عبدالحمید عباود که از او به عنوان مغز متفکر حملات تروریستی جمعه شب پاریس نام برده می شود در میان تلفات یورش روز چهارشنبه پلیس ویژه فرانسه به محله‌ای در شمال پاریس شناسایی شده است. دادستانی پاریس در اطلاعیه رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شد گفت که جنازه کشف شده در ساختمانی در پاریس رسما شناسایی شده و به عبدالحمید عباود 27 ساله تعلق دارد. سایه شوم و وحشت و ترور پس از تهدید گروه داعش علیه ساکنان نیویورک آمریکا همینک بعد تازه‌ای به خود می‌گیرد با اعلام احتمال عملیات تروریستی با بمب‌های شیمیایی از سوی این گروه در فرانسه. بر اساس گزارش‌های منتشر مانوئل والز، نخست وزیر
فرانسه روز پنجشنبه در مورد احتمال وقوع حمله شیمیایی یا بیولوژیکی در این کشور هشدار داد. این دومین بار در هفته جاری است که نخست وزیر فرانسه از وقوع اتفاقی بدتر از حملات جمعه شب پاریس خبر می‌دهد. What is new is the operating methods. The nature of the strikes, the way they are killing is constantly evolving. The grim imagination of those giving the orders has no limit. Assault rifles, beheadings, human bombs, knives, or all at the same time, perpetrated by individuals, or in this case, by commandos and very well organized. We can't exclude anything today. او دوشنبه از احتمال درگیری‌های تازه در کشورهای اروپا نیز خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخست وزیر گفت که کشورش باید برای مقابله با هر وضعیتی از جمله خطر کاربرد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی نیز آماده باشد. نخست وزیر فرانسه این سخنان را در جلسه مجلس این کشور که برای بررسی تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه تشکیل شده بود بیان کرد. همان گونه که آگاهی در فرانسه، پلیس این کشور در اقدام بی‌سابقه اعلام کرد که پرسنلینش از این پس مجاز خواهند بود حتی هنگامی که در مأموریت نیستند نیز اسلحه به همراه داشته باشند. ادامه خبرها از هیاهوهای هولناک داعشیان در پاریس عبور می‌کنیم و با خبرهای از ایران دفتر صفحه 1 را ورق می‌زنیم. ماجراهای فساد سازمان یافته عهد احمدی نژاد علا رغم همه حمایت‌های خامنه‌ای از این دولت موسوم به پاک دست، با ورود قوه قضاییه آن هم با موافقت شخص رهبری ایران وارد فازهای تازه‌ای شد. موافقت خامنه‌ای با ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه ها. یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یک سال یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه ها بود. علاوه بر این که ظلم شد، به خیلی ها ظلم شد. هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود. در این راستا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت رهبری ایران درباره عدم اجرای مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی در موضوع بورسیه ها خبر داد. محمد مهدی زاهدی در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم درباره پیگیری های شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع وضعیت بورسیه ها اظهار کرد که مقام رهبری موافقت کرد که تنها در موضوع بورسیه ها مصوبه 630 شورای انقلاب اجرا نشود. ایشان تاکید کرد این موافقت به این معنی است که رهبر با ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه ها و رسیدگی به شکایت دانشجویان موافقت کرده اند. از پهنه ایران به جهان مجازی نیز گزاری می‌کنیم که ارتش سایبری تحت امر نظام فقها مجدداً بر ساکنان شهر شبکه‌ها و دنیای اینترنت شورید و تلگرام را در حراس محتسبین سایبری نگه داشت. بر اساس گزارش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در ایران، در مصوبه‌ای به وزارت ارتباطات هشدار داده شد که اگر پیام رسان تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای حذف محتوای مجرمانه و خلاف مقررات جمهوری اسلامی را انجام ندهد، فیلتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالصمد خرمشاهی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی خبر داد که این کارگروه در جلسه روز چهارشنبه خود موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام را بررسی کرد. به گفته آقای خرمشاهی، بر اساس مصوبه این کارگروه وزارت ارتباطات موظف شد که اگر پیام رسان تلگراف ظرف مدت محدودی اقدامات لازم را در خصوص حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین جمهوری اسلامی انجام ندهد، این شبکه را فیلتر کند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی البته اشاره به جزئیات به گفته او محتوای مجرمانه پیام رسان تلگرام نکرده است. خبرها را پی می‌گیریم، از استان‌های ایران ادامه می‌دهیم. قرچک ورامین و وزیر کشوری که دوبار عمامه از سرش برکندند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور حدوداً 8 ساله دولت خاتمی پس از بحران کوی دانشگاه و 18 تیر ماه که مورد ضرب و شتم جمعی از نفوذی‌های نزدیک به نهاد رهبری وقت واقع شد، این بار نیز مورد تعرض گروهی دلواپس قرار گرفت و عمامه از سرش کندم. آقای
عزیز، بالاخره باید یه شرایط به وجود بیاد که حل بشه یا نه؟ بالاخره تو این جمع که نمیشه نشست و تصمیم گرفت. اساس گزارش‌های منتشر از رسانه‌های مختلف، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور اسبق ایران پیش از سخنرانی در قرچک ورامین مورد حمله قرار گرفت که از قضا یک نماینده مجلس منتقد دولت در میان کسانی بوده که به برگزاری نشست اصلاح طلبان اعتراض داشتند. چند نفر در مقابل محل سخنرانی موسوی لاری تجمع کردند که حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس و از منتقدان دولت در میان آنان بود. ایلنا نوشت که هجوم افرادی که می‌خواستند مانع از سخنرانی موسوی لاری شوند باعث شد عمامه او از سرش بیفتد. در عکسی هم که مشاهده می‌کنید آقای موسوی لاری عمامه به سر ندارد و آن را در دست گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، نزدیک به طیفی از تحول‌خواهان ایرانی مهاجمان از گروه موسوم به دلواپسان بودند. دلواپسان نیز گروهی هستند که پس از توافق هسته‌ای در مجلس سر برآورده اند و ترکیبی از نیروهای حلقه مصباحیه و خامنه‌ای و مردانی از تیم احمدی نژاد هستند. در عین حال حسین نقوی حسینی گفت که تنش پیش آمده ارتباطی به سخنرانی موسوی لاری نداشت، بلکه مردم نسبت به حضور دو نفر از عناصر فتنه در آن نشست اعتراض داشتند که من هم در میان معترضین بودم. نقوی اشاره کرد درگیری از طرف معترضان صورت نگرفت و اطرافیان موسوی لاری سعی کردند این اعتراض آرام را به زعم وی با گاز اشکاور به یک درگیری تبدیل کنند. خبرگزاری ایلنا اشاره کرد آقای موسوی لاری در سخنرانی خود گفته بود که تفکری که بگوید فقط باید از من پیروی کنی تفکری داعشی است. راهی را نرویم که چهره جمهوری اسلامی را همچون داعش جلوه دهیم، که گویا این گونه سخنان بر جان تندروهای داعشی نزدیک به نهاد رهبری ایران گران آمد و بر این دولت مرد پیشین عهد اصلاحات شوریدند. ادامه خبرها باز از استانی دیگر. خبر دیگری از استانی دیگر نیز انتشار یافت که آن هم در نوع خود موجب جنجال میان جمعی از افکار عمومی ایران شد. فقیهی دیگر در استان اصفهان پیشتر کار کردن زنان ایرانی را جایز ندانست. اعمال فشار بیشمار روزافزون و فزاینده قوم فقها بر ایرانیان از دستگیری بی سبب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کاربران اینترنت، دانشجویان و کارگران همینک به زنان ایرانی رسید. در این راستا امام جمعه اصفهان گفت که فعالیت زنان در مغازه‌ها، ادارات و شرکت‌ها بایستی ممنوع شود و درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار. به گزارش سامانه خبری انتخاب، سید یوسف طباطبایی نژاد با انتقاد از تحصیل دختران در رشته‌های مهندسی معدن افزود که معدن جای مناسبی برای کار زنان نیست و حضور دختران در این رشته‌ها برخلاف اسلام است. طباطبایی نژاد گفت معنی این که از دختران ما عکس منتشر می‌شود که راننده تریلی و کامیون هستند این است که هنوز ته دل ما آمریکایی است و هنوز مسلمان واقعی نشدیم. امام جمعه اصفهان با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه حق زنان درست ادا نشد گفت حق زن این نیست که کار کند، بلکه حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تأمین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند. دقیقاً اظهار نظری مشابه و همتراز همسنخان و همتباران خود در قلمرو خلافت اسلامی، البته اینها در ولایت اسلامی. ادامه خبرها البته باز با همین زمینه و مضمون. ایران در قعر جدول شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفت. این فشارهای فزاینده علیه زنان ایرانی در حالی است که در تازه ترین آمار منتشر از سوی مجمع جهانی اقتصاد با بررسی شاخصهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان کشورهای مختلف در بهره‌مندی از فرصتها مشارکت در امور مختلف منتشر کرده است. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و ایرلند از حیث برابری جنسیتی بهترین وضعیت را در میان 147 کشور جهان دارند. در سوی دیگر ماجرا یمن، پاکستان، سوریه، چاد و ایران هم در میان کشورهای بررسی شده در
قعر فهرست هستند و بدترین وضعیت را از نظر شکاف جنسیتی دارند. و همینک و در وقت باقی مانده عکس خبری که به دفعات بیشمار در شهر شبکه ها و جهان مجازی از سوی کاربران و کشندگان سیاسی مدنی ایرانی بازنشر یافت. طرح روی جلد مجله‌ای در ایران که خبرساز شد. مجله روشن با انتشار عکسی از یکی از گویندگان مشهور صدا و سیما که جلوی دوربین صدا و سیما بر اساس دستور سازمانی مجبور به پوشش حجاب اجباری است، نیمتنه این زن گوینده ایرانی را نشان می‌دهد که با پوششی بسیار مدرن و غربی که حتی نیروهای انتظامی همواره در خیابان از این دست زنان را به عنوان بد حجاب یاد می‌کنند و بعضن بازداشتشان می‌کنند. مجله روشن عنوانی که برای این عکس برگزید نیز با طعنه بود که می‌بینید پرسید صدا و سیمای ملی یا ملی. صدا و سیمای ملی عنوانی است که سالیان است از سوی کارشناسان عرصه رسانه و سیاست در نقد سیاست‌های یک جانبه گرایی و باری به هر جهت این رسانه تحت امر رهبری ایران به کار می‌رود. گویا وقت هست خبری کوتاه همینک و در وقت باقی مانده، در واقع دقایق دور از جهان سیاست و ترور و وحشت داعشیون و دلواپسیون، به موضوع نو در ایران میپردازیم که در مطبوعات روز گذشته بازتاب گسترده داشت که بنابر حجم انبوه خبر امکان بازخوانیش پیش نیامد. پیشتر با واژه متعه که همان ازدواج موقت یا صیغه هست در نظام فقها آشنایی دارید که در شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد بسیار بازاری پرزرق و برق یافته بودند. همینک با واژه دیگری همچون ازدواج سپید نیز آشنایی داریم که حرکتی تا حدودی خودانگیخته و مدنی از سوی جوانان ایرانی بود که در تفاهمی خودجوش بسان سایر ملل مغربی و متمدن در جامعه آزاد بدون مراجعه به محضر و ملا و مفتی و بدون پرداخت پولهای سنگین و تشریفاتی زندگی مشترکشان را شروع می کردند که آن هم با واکنش‌های تند برخی از مسئولین مواجه شد و محتسبان شریعت و فقاهت خانه به خانه گشتند تا از رواج این پدیده نوپدید جلوگیری کنند. و اما همینک و پس از ازدواج سفید، سخن از ازدواج سبز است. دیروز روزنامه ابرار با لحنی تند به این پدیده تاخت. ابرار به بهانه سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان که گویا ازدواج سبز را مطرح کرده بود، از آن به عنوان مضحکه‌ای به نام طرح ازدواج سبز یاد کرد. و اما بر اساس گزارش‌های منتشره داستان ازدواج سبز چیست؟ محمد رضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان از انجام ازدواج سبز با هدف اصلاح الگوهای اجتماعی و زیست محیطی خبر داد. ایشون گفت که پیشنهاد ازدواج سبز توسط این وزارتخانه به مناسبت هفته ازدواج به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد. اشاره کرد در این شاخص ها موضوعاتی مانند مصرف آب در عروسی ها و سایر مراسم های مرتبط با ازدواج مدیریت می شوند. همچنین مسائلی از جمله استفاده از گل طبیعی و فرهنگ غلطی که به عنوان شادی استفاده می شود و آلودگی های زیست محیطی ایجاد می کنند مانند بوق زدن های مکرر در سطح خیابان و ایجاد ترافیک نیز برداشته می شود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه 1 پخش خواهد شد، این جانب از محضرتان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.